سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدیم که یک ولاگ درست کنیم از یک روز شنبه در هلند. آوی رو باباشم دارم برای ما صبحانه هلندی آماده میکنند. سلام، صبح بخیر. آوی هلو کن. نو. اوکی. خوب باشه. تو سلام نمیکنی؟ نو. اوکی، سلام نکن. چی دارین درست میکنین؟ پنکیک. خب این پنکیک هلندیه. این پنکیک هلندی نازک هم هست و کمی متفاوته. هلندی ها البته اینو به عنوان غذا میخورن، ولی ما معمولا روزای شنبه که تعطیلیم خونه هستیم صبحانه گرم میخوریم، به عنوان یه صبحانه گرم آمادش میکنیم. پنکیک هلندی هم معمولا با این سیروپا میخورن، یا من خودم مثلا با شیره خرما یا شیره توت میخورم. بچه هم که معمولا با شکلات دوست دارم. جای همگی خالی. آبی هم که با شکلات دوست داره. بعضی هم مثلا موز میذارن. من خودم با گردو خیلی دوست دارم. جو فکر کنم امروز بریم بهتره، بریم ماشین تم بشیم. هوا خوبه. آره، ماشین من خیلی افتضاح شده. سخته شو تو خدا. اینجا از بس که بارون و بارندگیه، بعد تو کوچه هم پارکینگ نیست. میگم تو کوچه ها پارکینگ نیست، من خیلی سوتی میدم. خونه ها پارکینگ نداره، البته خونه ما پارکینگ داره ولی شیبش خیلی زیاده، تبدیل شد به انباری. ماشین منم سفیده، دفعه دیگه باید یه ماشین مثل آرام، یه ماشین مشکی بگیرم. همسایه همونم تو کوچه هم، هوا هم که عالی. بریم کار باش. توی ولاگ قبلی بهتون نشون دادم که آبی رو هر روز تو هوای بارونی از طرف مدرسه میبرنشون جنگل پیاده روی کنن. بعد دیروز از مدرسه اومد، دیدم وای کاپشنش فقط چی شده بود، افتضاح. بعد یه کار دستی هم درست کرده بود، رنگش نارنجی بود، معلمشون داد به من، بغل کردم آوردم خونه، کاپشن خودم هم افتضاح شد. حالا بریم اینا رو هم بدیم بیرون برامون بشورن. امیدوارم که فرین لکه این کاپشنم بره، گرون خریدم، امیدوارم که خراب نشه. دوستانم کاپشن من هم بیارم، این دختم رو زمین، اینی که دختم رو زمین. شما چند تا کاپشن داری؟ یه دونه. دوتاشو نمیخوای ببری؟ امیدوارم که این لکه کاپشن من بره. جالبه اینی که تو هلند شما با هر ماشینی که رانندگی یاد بگیری، با همون ماشین هم از شما امتحان میگیرن و قبول که بهش بهت گواهی نامه میدن. ترسیدم کاپشنا رو تو خونه بشورم خراب بشه، اومدم اینجا. با این لباس‌شویی میشوریم، بعد میندازیم داخل این خشکنا. اینجا هزینه شو میپردازن، بعد دکمه هر کدوم اینا یه دکمه داره، یه دکمه نه یه شماره داره، بعد میری که شماره هاشو میزنی، اونجا پولشو میدی، بعد مثلا شماره 2 3 4 اونو میزنی. تا لباس ها شسته بشه اومدیم یه دونه قهوه بخوریم. صبح زود زدیم بیرون، وقت نشد قهوه بخوریم. یه نگاهی هم بندازیم به گل های هلندی، تقدیم به نگاه مهربونه. ببینید چقدر ساده است دست و گلاشون.
مخالف خوردن کلام، حالا ایشون میخواد کلا بگیره. حالا دویسی چلم میکنه که کلومو بگیره. کار ما اینجا تموم شد، خوشبختانه خوبم تمیز شد. اومدیم کارواش که ماشین منو آرام بشوره. بعد ببینید اینقدر اینجا رطوبت زیاد و بارندگی هست، اصلا کلبک می‌بنده. دیگه آرام سنگ تموم گذاشت، دستش درد نکنه، حسابی ماشینمو تمیز کرد. مرسی آرام جان. حسابی هم دیگه ماشینم تمیز شد، هم خوشبو شد. حالا بریم یه فکری به حال نهار امروزمون بکنیم، بریم خرید کنیم. آسمون چقدر قشنگه. اومدیم مغازه ترکی عربی یه ذره خرید کنیم برای نهار. توی این مغازه همه چی پیدا میشه، محصولات ایرانی، ترکی، عربی. خوردم سبزی بگیرم که نعناهای تازه‌ای هم داره، یه خورد سبزی هم بگیرم.
خواستم کمی هم خیار بگیرم که کیمچی خیار درست کنم، ولی خیارش خوب نیست. اینا هم که حسابی سر به سر هم میذارم وقتی چه خونه باشن چه بیرون. میام اینجا مرغ گوشت تازه میگیرم. الان هم میخوام مرغ بگیرم که براتون یه دونه پست آموزشی از سفالی کره درست کنم. البته الان بگیرم، البته الان به فکر نهار امروز باشیم. آرام میخواد امروز برامون آشپزی کنه. آرام میخواد نه زیتون سبز بگیر چون میخواد مزده دارش کنم بهتره. بادمجون خشک و گوجه خشک و دلمه من تا الان درست نکردم، ولی میگن خیلی خوشمزه میشه با بادمجون خشک. تموم شده بود درسته؟ آره ترشیمون تموم شده، البته باید درست کنم، ولی این ترشی شیرینم خیلی خوشمزه است. تبلیغم نباشه ولی من همیشه میگیرم. تو شهرمون فروشگاه نونوایی ایرانی نداریم، به جاش این نونوای عربی رو میگیریم. نون لواش میگیرم واسش. اونو سیستمولا کوکوسولا گرک برمه آبیرم که تپ معمول و پی سراغ پاستیلا. خوشحال و پیروز. زفران بلیم اونو زفران بلیم بفیلیم گفت شدیم که این چیه بنده خدا؟ آقای رفت بپرسه که این چیه اینجا آویزون کردن. به ایته، این ایته رایی میگه این خوم، به عربی بهش میگن خوم، ولی من نمیدونم چیه منظورش چیه. اگه شما میدونین برام بنویسین. دیگه بریم خونه. برگشتیم خونه حسابی، هم خسته شدیم هم گرسنه‌مونه. گفتیم تا غذامون آماده میشه اما کیک بخوریم. اما کیک یا کیک مادر بزرگ یکی از کیک های سنتی هلنده. یه کیک ساده است ولی خیلی خوشمزه است. جان چی میخوای برامون درست کنی؟ شاندیس. بریم ببینیم چطوری درست کنی. حرفه‌ای. چقدر هم بلیزتو خیس کردی تو. ببین من بهداشتی هم رفتم دست و صورتمو شستم. اما با پیرانت خوش با لباست خوش کردی؟ خوش کردم. خسته نباشید واقعا. ببینیم امروز آرام چیکار میکنه. امروز آشپزی با آرام. من شنبه ها معمولا آشپزی نمیکنم، یا از بیرون غذا میگیریم یا میریم بیرون یا یه غذای ساده که آرام درست کنه. دیگه امروز هم خیلی خسته شدیم، واقعا روز خسته کننده ای بود. حالا ببینیم چه میکند آرام. خب چی میریزی؟ نمک. دیگه چی؟ پودر پاپریکا. برای دوستامون توضیح بده لطفا. به نظر من نباید آدم زیاد ادویه بهش بزنه، نه اینگار مزه خودش خوشمزه است، گوشتش لذیذه. فلفل سیاه. زیاد نیزیم آبی رو بخوره. آره این آبی رو خیلی دوست دارین غذا رو. کمی پودر سیر. خوب و روغن زیتون. میفهم کافیه. من اصلا روغن خیلی حساسم. اوکی اوکی همونجا گفتم دست صورتم شسته بودم.
دستتو متوجهم که شو صورتتو دیگه چرا شستی؟ گفتم چرا لباست خیس شده؟ گفتم تو صورتم شستی. خسته نباشید. زمان پخت طولانی هم نمیخواد، حدود 30 دقیقه تا 40 دقیقه در بالاترین دمای فرم معمولا 230 یا 240 میذارم، قشنگ پخته میشه. آرام جان همون الفیایی که به گوشتت زدی هم به سیب زمینی زدی درسته؟ آره همون هست. ما معمولا برنج کمتر میخوریم، یه خور وزنمون بیاد پایین. هلندی ها بیشتر با غذاهاشون سیب زمینی میخورن، مثلا توی کره بیشتر برنج اونا، توی تایوان بیشتر نودل میخورن. هلندی ها هم بیشتر سیب زمینی میخورن. من هم یه دونه سالاد یونانی درست کنم، گوجه، پیاز، خیار، جعفری، زیتون و پنیر میخواد. اما من امروز پنیر نمیریزم، دلیلشو بهتون میگم. اینم دما 230 گذاشتیم به مدت 30 دقیقه. سالاد یونانی خیار و گوجه رو خیلی درشت خورد میکنن. دلیل این که گفتم داخل این سالاد الان من پنیر نمیریزم به خاطر اینکه پنیر کلسیوم داره و کلسیوم باعث میشه که آهن گوشت جذب بدن نشه. اما در عوض به جاش پیاز قرمز میریزن، جعفری میریزن. این دو مورد به دلیل اینکه ویتامین سی داره آهن غذا رو به خوبی جذب میکنه بدن و به نظر من خیلی این نکته ها توی فرهنگ غذایی ما خیلی مهمه، باید خیلی بهش توجه کنیم. بعضی هم مثلا کنار غذاشون ماست میخورن، اونایی که با کمبود آهن مواجهن باید این کارو نکنن، یا مثلا ترشی باید این کارو نکنن، به جاش مثلا نیمو ترش آدم استفاده کنه. فلفل سبز هم خیلی خوبه، این هم ویتامین سی داره، بازم به جذب آهن غذا خیلی کمک میکنه. البته من میدونم که همتون این نکته ها رو به خوبی میدونید، ولی خب شاید بعضی هستن که نمیدونن و با کمبود آهن مواجهن. به خاطر اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم، من دیگه سالادم رو آماده کردم. گوجه‌م هم خرد کردم، زیتون و جعفری. برای سسش هم از لیموی تازه استفاده میکنم، نمک، فلفل سیاه، روغن زیتون و یک کوچولو عسل. به نظرم خوش به تنهایی یه غذای سالمه، خیلی خوشمزه است، خیلی هم خوشگل میشه. غذای ما آماده شد. وای وای چه دودی زد بیرون. اینم نتیجه. جاتون سبز، سفره هاتون پربرکت. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دیگه روز شنبه ما هم داره کم کم به پایان میرسه، دیگه منم برم یه فیلم بذارم، بشیم یه فیلم نگاه کنیم، یکم شب نشینی کنیم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.